سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز راجع به سطوح جنگ اطلاعاتی با شما صحبت میکنیم. سه سطح جنگ اطلاعاتی وجود داره. سطح اول سطح ادراکی و گرایشی مبتنی بر تولید محتوا هست. بسیاری از محتواهایی که ما در حال مصرف هستیم در فضای مجازی، اینها دسته‌بندی میشن ذیل unnamed sources ها، منابع نامشخص. این منابع نامشخص خیلی وقتا توسط رقبا و دشمنان تولید میشن. اینهایی که تو کانال ها ممکنه کانال های اتچبات باشه، به هیچ عنوان ارسال کننده برای شما مشخص نیست. در این سطح در عملیات روانی تحت عنوان مانور اجتماعی یک سرفصل وجود داره. مانور اجتماعی به این معناست که کشور رقیب شما، دشمن اطلاعاتی شما، تولید محتوایی را انجام میده و این تولید محتوا رو میاره در چرخه اجتماعی شما، یک نمود قدرت رقیب شما در داخل مرزهای کشور هست. جنگ اطلاعاتی اهمیتش به این خاطر است. اما دسته دوم دسته زیرساختی هست. در دسته زیرساختی شما نفوذ بدافزارها و باجافزارها رو در شبکه اینترنت خودتون مشاهده میکنید. یکی از نمونه های حمله زیرساختی در جنگ اطلاعاتی پروژه نیترو دیز بود که رژیم صهیونیستی نفوذ داد ویروس استاکسنت رو به چرخه هسته‌ای کشور، در فرایندها اختلال ایجاد کرد. اما سطح سوم سطح زیرساخت فنی هست، اونجایی که ممکنه که مرکز فرماندهی سایبری شما مورد هجوم موشک‌های طرف مقابل قرار بگیره. خیلی مهمه که ما هم در لایه اجتماعی و هم در لایه امنیتی دارای سپر اطلاعاتی باشیم، به این معنا که نقل و انتقال اطلاعات در داخل یک چرخه امن اتفاق بیفته. امروز بحثی رو که با شما انجام دادیم مکمل بحث جنگ رسانه‌ای بود، جنگ اطلاعاتی، و خیلی مهمه که کنشگران ما به مهارت‌های عملیات سایبری در جنگ اطلاعاتی مجهز بشن.